دوستان گرامی سمینار این بار ما در مورد فرهنگ در چنبره اقتدار است فرهنگ چون هوایی ما رو در بر گرفته و زندگانی ما رو شکل میده فرهنگ چون رودخانه است که از گذشته ما جاری است ما در اون زندگی میکنیم و تحویل آیندگان میدیم ما فرهنگ ما را شکل میده و در این حال ما هم فرهنگ رو شکل میدیم رابطه ما تأثیر و تأثیر متقابل با فرهنگ تعریف فنی فرهنگ اشکالات مخصوص و پیچیدگی های خودش داره ولی من فکر میکنم ما از چنین تعریفی بی نیازیم. زیرا ما در حقیقت میخواییم رابطه فرهنگ رو با اختدارگرایی نشون بدیم و من از این مطلب بدیهی خارج میشم که اغلب شنوندگان ما یا همه شنوندگان ما یک دانش کلی یا علم اجمالی به موضوع فرهنگ دارند و اصولا میدارند که فرهنگ به چه چیزی اطلاق میشه بنابراین ما از تعریف فنی فرهنگ بی نیازیم وقت خودمون رو صرف این میکنیم که رابطه فرهنگ را که به طور کلی اونو میشناسیم با اقتدار گرایی بگیم فرهنگ یک تولید دست جمعی و عمری تاریخی است فرهنگ نه تنها تولید دست جمعی نسلی است که ما در اون به سر میبریم بلکه تولید دست جمعی بشریت از آغاز هستی تا کنون نست و ادامه خواهد داشت و واسطه اتصال ما با گذشتگان و ربط آیندگان با ماست در حقیقت مبالغه نکردیم اگر بگیم فرهنگ برای روح ما در حکم هوا برای جسم ماست فرهنگ برای روان ما در حکم هوا برای تنفس ماست ما بنابراین این فرهنگ رفتار، خلقیات، آداب، خصوصیات، هنجارهای اجتماعی، نحوه گویش، اصطلاحات، معرفت، مفاهیم و در حقیقت همه چیزی را که ما, اون با ما با اون کار داریم شکل میده و البته وقتی اقتدار گرایی در یک جامعه یک امر مزمن تاریخی است بدیهی است که این اقتدار گرایی که پدیدهای مزمن تاریخی است با نوع فرهنگی که بر اون جامعه حاکمه ارتباط داره و تحلیل این ارتباط نشان خواهد داد که در فرهنگ ما چه عوامل یا چه عاملی وجود داره که این استبداد سنتی یا این اقتدار دائما باز تولید میشه این هم بدون داشتن فرهنگی متناسب با این اقتدار نا ناشده نیست نسل ها می آیند آیندگانی به عرصه میان که لزوما اقتدارگرا و مستبد زایده نشد این پرورش یافتن در فرهنگ و در محیط اجتماعی ماست که اونها رو دوباره افرادی مستبد و اقتدارگرا و طالب اقتدار اجتماعی به وجود میاره و پرورش میده ما در بحث های گذشته سعی کردیم جنبه های مهمی از این فرهنگ را که در عرفان و شعر و تاریخ ما در حقیقت متبلور و متجلی است بازگویی بکنیم. بزرگترین جلوه هر فرهنگ در تاریخ و در ادبیات منصور و منظوم یعنی سروده و نوشته هر جمعیت و در موسیقی هر قومی مستطر است و با باز شکافی این ادبیات بخش های مهمی از فرهنگ هر جامعه رخ می نماید و آشکار می شود. فرهنگ ما و ادبیات ما اقتدار پرست و اقتدار پرور هست ما در جمیع تجلیات فرهنگی خودمون به دنبال یک ابرمرد فرهیخته صاحب اقتداری هستیم که ما را از مسائل حاد زندگی نجات بده و راه سلامت و سعادت رو ما رهنمون بکن ما در سایه اقتدار احساس آرامش میکنیم امنیت در سایه اقتدار در حقیقت نوعی عدم قبول مسئولیت فردی اجتماعی و واگذاری اون به شخص یا اشخاصی است که مقدرات ما رو بهتر از ما میدونه این ام در درجه اول امریز فرهنگی بدون اینکه فرهنگ ما چنان زمینه در ما فراهم بکنه که این اقتدار سکراوه و رخوتنگیز و مطبوع این احساس امنیتی که در سایه اقتدار در ما تولید میشه در ما به وجود بیاد تجدید تولید این امر حداقل غیر ممکن ممتنع ادبیات ما و فرهنگ ما محل بازپروری این احساس امنیت در سایه قدرت متمرکز و در سایه اقتدار و واگذاری مسئولیت فردی و قبول سوورنیتت یا خودمختاری فردی و دست و پنجه نرم کردن فردی با مسائلی است که زندگانی ما را تشکیل میده ما ترجیح میدیم فردی را باور کنیم با باور به اون فرد همه مسئولیت ها را به اون واگذار کنیم و فرهنگ ما به ما این راه را می نماید که چنین راهی راه به سلامت البته اگر دنیا بر چنین راهی میتوانست پیش بره اشکال بزرگی به وجود نمی اومد. اشخاصی بودند که ادعا داشتند بهتر از ما میدانند، ما هم اطمینان داشتیم که اونا بهتر از ما میدانند و مسئولیت رو به با اونا واگذار می کردیم ولی چه کنیم در جهانی به سر میبریم که درست در جهت عکس این فرهنگ حرکت میکنه ما با ناخداگاه ذهنی خودمون پرورده فرهنگی هستیم که بر این ناخداگاه ذهنی نشسته ما را راهنمون می کند به سمت یک مقتدر فرهیخته یک ابرمرد دانا که صلاح ما رو بهتر از خودمون میدونه و با دو پای خودمون در جهان واقعی هستیم که مسائل رو در حیطه تمدنی و در زندگانی فردی باید خودمون حل کنیم این تعارض بین ناخداگاه ذهنی و اقلانیت خداگاه روزمره انسانی ما یک در اون پارگی فرهنگی در ما به وجود میاره و ما رو اشخاصی شیسوفرن یا اسکیزوفرن میکنه که روان واحدی و فرهنگ واحدی برای مواجهه با واقعیات زندگی نداره از یک سو فرهنگ باستانیش او رو رهنمود میکنه به سمت تجدید تولید تصوری از یک فرهیخته مقتدر که همه مشیات زندگی به دست اوست و از یک سو الزامات زندگانی در جهان مدرن ما را وا می به اینکه بسیاری از کارهای زندگانی را باید فردن و رأسن اداره کنیم باید تاسیسات نوینی داشته باشیم که قدرت درشون پخش بشه و متناسب با اون باید در فرهنگ ما تغییراتی به وجود بیاد که این تقسیم قدرت را نه امری نکوهیده و امری مزموم و نه تقسیم قدرت را مترادف با هر جمعه و, و مترادف با ناتوانی اجتماعی بلکه عین قدرت و توانایی و تسلط به زندگانی برای ما باز تعریف بکنه ما رو در خود بپرورد و ما را آماده قبول مسئولیت بکنه بنابراین اون چی که فرهنگ باستانی ما یا ابر روایت باستانی ما در ناخداگاه ذهنی ما ما را وادار میکنه که احساس امنیت کنیم پروراندن این تصور است که تمرکز قدرت در فردی واحد یا در افرادی از ما بهتران که بهتر از ما درک می کنند می اجتماع رو درست اداره کنه و تقسیم این قدرت بین نهادهای مختلف مدرن اجتماعی جامعه رو زوار در رفته جامعه رو غیر قادر به اداره و دوچار هر جمعه بدون این تغییرات لازم فرهنگی و باقی ماندن در فرهنگی که دلباخته باخته اونیم و بر جان ما و بر ناخداگاه ذهنی ما نشسته ما امکان نخواهد داشت که تقسیم قدرت را باز بتابیم اون رو مترادف با سیاست مدرن و زندگانی مدرن بدانیم و در نتیجه دموکراسی را که مترادف با تقسیم قدرت بین نهادهای مدرن اجتماعی و تبدیل شدن از یک جامعه کلکتیو جامعه جمعی به جامعه ای که فرد در آن نقش اصلی رو داره چنین امری را باقی ماندن در فرهنگ کهن برای ما ممتنه و غیر ممکن و یا حداقل بسیار دشوار میکنه و از ما انسان های به وجود میاره که گذار از این فرهنگ سنتی به فرهنگ مدرن بسیار مشکل است و در اشل جمعی شاید غیر ممکن خب حال بیایید یک نگاهی به درون ادبیات خودمون به منزله قله رفیع تجلی فرهنگ خودمون داشته باشیم همونطور که در بحث های قبل گفتم ما متاسفانه نوشته ها و کتب زیادی از دوران باستان در دست نداریم اون که در دست, دست ماست بیشتر بازنوشته های از متون کهن است که از قرن دوم و سوم هجری به این سو از سوی ایرانیان و بعضی اعراب محققی بازنویسی و بازگویی شده که ادعا داشتند متون قدیم را در اختیار دارند و اون رو مطابق با شرایط جدید بازنویسی کردند با وجود اینکه این متنها خیلی به ما کمک میکنه تا بسیاری از اون چرا که در جهان باستان و کهنمون بود بازسازی کنیم ولی به هیچ روی کافی از یک احاطه کامل بر محیط باستانی خودمون به وسیله این متنها نیستیم اسلام وقتی به ایران آمد همراه با خودش یک شعر فاخر دارای اوزان عروزی و ساختمان منسجم شعری آورد اونچه که ما از ایران باستان میدانیم بیشتر در های مذهبی مانند یاشتها و گاتاها و در قالب ششهجایی و نههجایی یعنی شش سیلابی و نه سیلابی است و یا دو بیتی ها و چند بیتی ها و چهار بیتی هایی که سینه به سینه در درون مردم وجود داشته نقل می شده و بیشتر یا حجوامیز و یا انتقادی بود مردم به این دو بیتی ها و چهار بیتی ها چند بیتی ها علاقه وافر داشتند و سینه به سینه اون رو به عنوان امثال و حکم یا انتقاد یا حجف نقل می کرد. اون که از دوران باستان به عنوان شعر به دست ما رسیده قابل رقابت با شعر فاخر عربی نبود که اعراب برای ستایش نسب و قبیله خودشون سالها بود اون رو به کار می بردن و در اون ممارست داشتن بنابراین در ایران پس از اسلام شعر عربی همراه با زبان عربی جای خود را گشود و علاوه بر تسلط سیاسی قوم حاکم انسجام شعر عربی هم به پیشرفت اون در بین نخبگان کمک کرد به طوری که در دوران نهزت شعوبیه که پیش از این ذکر اون رفت و یک نهزت ملیگرای ایرانی از قرن سوم به بعد بود اشعاری در بزرگداشت ایرانیان و حتی در قلوب مرتبه ایرانیان و برکشیدن اونها به طبقه شریفتر از اعراب به کمک سازمان شعر عربی و بهور عربی و در زبان عربی شروع شد و ما در این دوره به خصوص در بین النهرین حتی شعرهای عرب زیادی داریم که با نهزت شعوبی هماهنگ شدن و در تفاخر ایرانیان به زبان عربی اشعار غرایی سرد همون که گفتیم ابو مسلم خراسانی سلطنت خلافت را از امویان به عباسیان که اموی نواده های اموی پیامبر بودند منتقل کرد عباسیان بر خلاف خلافای گذشته از ابتدا با وجود اینکه به اسم خلیفه بودند ولی یک کپیه کاملی از دستگاه سلطنت ساسانی را در امپراتوری اسلامی بازسازی کردن هارون الرشید بغداد را که در 36 کیلومتری مدائن یا تیسون پایتخت ایرانیان بود به پایتختی برگزید درباری عظیم و مشابه با دربار خسروان ساسانی برای خود ترتیب داد و روش حکمرانیش بیش از اون که به خلفای ابتدایی که از بین قبا... قبیله برمی برمیآمدند و بسیار ساده زیست بودند شبیه باشه به شاهان ایرانی دربارش، سلوکش و سیاست گزارش و دستگاه اداریش شباهت داشت. اشکال مهمی که دستگاه عباسیان و آن رشید داشت این بود که در ذهنیت مردم مسلمان آن زمان خلیفه رسول یا جانشین پیامبر کسی بود بسیار ساده زیست و از میان قبایل عرب و این با نهادی که هارون الرشید و خلفای عباسی در صدد تأسیسش بودند و اون نهاد آرمانی شاهی ایرانی تجدید اون نهاد در امپراتوری اسلامی بود فاصله بسیاری داشت فاصله بسیاری بود بین یک عرب ساده زیست بدوی با یک امپراتوری که برقع میزد و نقاب بزرخ می افکن تا فره ایزدی او نورش چشم مردم رو کور نکنه و بر تخت می نشست و فرمان می زند. برای برکشیده شدن به چنین نهادی و به چنین مرتبه ای حارن رشید به شعرای بلیغ عرب احتیاج داشت که هر هفته بار عام بده اون رو به مقامی مترادف با شاهان ساسانی برسانند دست او بگویند درباره او قلوب بکنند و او را بستایند و او به اونها سله و جایزه بده و موقعیت خودش رو موقعیت جدید خودش رو تثبیت بکنه و به این ترتیب توانست که از خلیفت و رسول یعنی جانشین پیامبر خودش رو به خلیفت الله یعنی جانشین خدا بر بکشه یا نماینده خدا بر بکشه در ایران هم در دوره ساسانیان در دوره عباسیان سلسله های ایرانی محلی که به حکومت می رسیدن، اغلب از میان عامه مردم و دلاوران و جنگاورانی از توده مردم بودند که به زور شمشیر خود را برکشیده بودند و امیر یا شاه منطقه محلی یا قسمت مهمی از ایران شده بودند علاوه بر اینکه در ذهنیت ایرانیان برکشیده شدن به این مقام ملازمه این داشت که این شخص از دودمانی اصیل و قدیمی ایرانی مانند اواخر دوره ساسانی باشه و البته این شخص نبود در ذهنیت اسلامی ایرانیان هم ساده زیستی خلفای ابتدایی اسلام هنوز سنگینی میکرد اینها هم احتیاج داشتند که مانند هارون رشید عیناً شعرا رو به دربار خودشون بار بدند اونها در وصف اینها مبالغه کنند حتی نسب جعل کنند نسب دروغین اینها رو به شاههای های ایرانی به شاهنشاهان کهن ایرانی برسانند و برای اینها دودمان و منزلتی دست و پا کنند تا مورد تا از یک تو نهاد آرمانی پادشاهی در ذهن مردم جا بیفته و از سوی دیگر این شخص خودش را به عنوان شخصی که بر این عریکه تکیه کرده و لایق و مشروع نسبت به این عریک هست وانمود کن بنابراین طبقه به نام شعرهای درباری شکل گرفتند شعرهای بلیغی می گفتند مبالغ آمیز در وصف شاهان و خلفا و اونها رو به عرش اعلا می رسوندن و به این ترتیب نهاد شاهنشاهی ایرانی رو سعی می احیا بکنند البته همه اینها در دوران ابتدایی که زبان فارسی تنها گویشی شفاهی بود و نخبگان ایرانی اغلب به عربی صحبت میکردند در این دوره شعر هم به زبان عربی بود گویا اولین شخصی که زبان به اعتراض گشود یعقوب لیس سفاری بود شما میدانید که یعقوب لیس سفاری از حلقه فتیان یا جوانمردان سیستان بود فتیان یا جوانمردان گروهی از پیشوران بودند که ابتدا در بغداد شکل گرفته بودند بعد در سراسر امپراتوری اسلامی و به خصوص در ایران پا گرفتند اینها دلاورانی از توده مردم بودند که از زعفا حمایت میکردند و یعقوب لیس به اینها تعلق داشت در سیستان و علاوه بر این دلباخته نهست شعوبیه یا نهست ناسیونالیستی ایرانی بود معروف است که در دربار او وقتی شاعری به زبان عربی قصیده قرای به متن او میسراید او به پرخاش برمیخیزد و میگوید چیزی را که من اندر نیابم چرا باید گفتن و همین تحکم او باعث می شود که شعرا پس از آن وصف سلاطین را به شعر فارسی و البته در قالب اوزان و بحور عروضی عربی بگوید به این ترتیب شعر فارسی شعر درباری فارسی متداول میشه جای خودش رو پیدا میکنه برای اینکه دربار بهش احتیاج داشتند ولی ضمنا باعث میشود که گام مهمی در جهت استعلای زبان فارسی از یک زبان شفاهی گویشی به زبان شعر زبان فاخر شعر و زبان ادبیات و ترقی اون و رسیدن اون به این مرحله نقش بازیکنه البته فقط احتیاجات شاهان و دربار شاهان نبود که نقش مهمی در تکوین فارسی نوین ایفا کرد از سوی دیگر برخلاف فقه ها و زهات که چون به زاهدان علال اصول روششون گوشگیری از مردم و کنارگیری از اجتماع بود و به مردم احتیاجی نداشتند و فقه ها که یک زبان فقهی فنی داشتند و سرکارشون بیشتر با اهل عرفه خود و دربار بود و کتب خودشون رو به عربی می صوفیان و عرفا برای جذب مردم زبان فارسی را انتخاب کردند که زبان ساده گویشی مردم بود و منابر می از منابر با ابتدا با نظم منسجم و نظم موزون فارسی سعی می کردند که راه های مردم را بگشویند و بر احساسات اونها مسلط بشن ما بهترین نمونه های نظم فارسی را در این دوره از زبان عرفایی داریم که بر فراز منابع کوتاه و موجز و بسیار دلنشین نسل فارسی را به کار می بردن و مخاطبین خودشون رو مسهور این شیواگویی و گزیدگوی خودشون میکردن به تدریج در منابع صوفیه و اهل عرفان دو بیتی و چند بیتی که همواره مورد توجه مردم از دوران باستان بود جای خود را گشود اونها از فراز منابع خودشون با دو بیتی چهار بیتی و چند بیتی اشعار عرفانی اشعار تودهی مردم رو می مردم حفظ این اشعار رو بهش خو گرفته بودند اونها رو به حافظه, تا به حافظه خودشون می سپردن و به این ترتیب عرفان و تصوف می توانست در میان توده مردم نفوذ کنه و یک نفوذ سهرامیز توده‌ای پیدا کنه به طوری که در بعد از قرن سوم به تدریج پر ازدحام جاها پای منابع صوفیان و تکه ها و خانقاه های اونها بود و زبان فارسی به وسیله اهل تصوف و عرفان در کنار شعر فاخر درباری یکی از دو ای بود که باعث تجدید و احیای دوباره زبان فارسی در محیط عرب زده اون روز شد که جایی برای رشد و نمو و زبان فارسی جز یک زبان گویشی نگذاشته بود خب این ادبیات با محتوایی که ترویج کرد در حقیقت در ارتباط مستقیم بود چون صوفیه از یک سو اهل عرفان و صوفیه از یک سو و شاهانی که نهاد شاه آرمانی را هدف خود قرار داده بودند از سوی دیگر دو مشوق بزرگ ادب فارسی بودند محتوای این ابر روایت باستانی ما هم که بر همین دو پایه ارفان و شاه آرمانی استوار بود به زودی به میان مردم رفت همه گیر شد و همراه با گسترش زبان فارسی دلهای ایرانیان را مجددا گشود و جای خودش را در بین تعلیمات اسلامی باز کرد و تلفیقی از تعلیمات اسلامی و ارفان و عبر روایت جهان باستان مجددا اون چیزی شد که فرهنگ نوین مردم ایران رو می ساخت در حقیقت ارفان و تصوف در ابتدا زبانی رمزالوت و همراه با ایهام و استعاره استفاده می کرد و ادعایش این بود که چون زبان اهل حال و اهل تاریخ هست باید زبانی استعاری و زبانی پیچیده باشه تا همگان به اون دسترسی نداشته باشد و بنابراین اصطلاحات و مفاهیم برای خودش درست میکرد این اصطلاحات را معنی میکرد اون رو بین خودی ها رواج میداد و این اصطلاحات چنان دوگانه معنا داشت که برای مردم عامی معنای دیگر و برای اهل حال معنای به کل متفاوت ولی با انتخاب منبر و زبان پارسی و به میان بردن عرفان از طریق دو بیتی و چند بیتی مفاهیم عرفانی هم در فرهنگ ما همگانی شد و جای خودش رو در سپهر اجتماع گشود در حقیقت عرفان و تصوفی که ادعا داشت مفاهیم خاصی برای اهل حال تدارک دیده و مردم معمولی اهل نیستند و نمی توانند این مفاهیم را درک کنند با انتخاب زبان فارسی و شعر فارسی این مفاهیم را که قاعدتا برای جمع محدودی از نخبگان بود چنان عمومی کرد پ... که پهنه شعر فارسی و ادب فارسی را به تسخیر خودش درآورد و همه کلید های اصلی زبان ما را ای رمزالود و دو پهلو و چند پهلو کرد مسئله از اینجا شروع می شود که ما در جهانی راسیونل یعنی واقعی گرا و خیلت گرا زبانی احتیاج داریم که تا آنجایی که ممکن است زبانی منطبق با احتیاجات روز باشه، زبان استعاره زبان رمزالود در کنار موسیقای دلنگیز ما را به عالمی خلصه ای میبرد ما را از جهان واقعی برمیکنه و به ما حال و شوری میده که با زندگانی در جهان مدرن در تطابق نیست شاید بگویید خب اونها هستند که از چنین وضعیتی محرومند اونها هستند که خودشون رو از چنین آرامشی محروم کردند ما چرا باید از چنین فرهنگی دل بکنیم و دل به تغییر و همت به تغییر فرهنگ خودمون بگو اون که من میگم از دست دادن این فرهنگ نیست خداگاهی نسبت به این پیچیدگی فرهنگی و انتخاب صحیح بین سنت و مدرن به نحوی است که بتوان در منطق راسیونل در منطق خردگرای کنونی با این الفاظ استعاری و چند پهلو و دو پهلو زندگی کرد و دچار مشکل جدی نشد خیلی از توجهتون متشکرم بقیه این بحث رو در بحث بعدی پی میکنید